اینجا روستاهای شبرغان در شمال است که خشم آفت طبیعی آنها را به این روز انداخت. سیلابی که 8 ماه پیش 10 ولایت شمالی را به کام ویرانی برد. 90% از کشتزارها و حیوانات مردم تلف شد. مردمی که شغل اصلی آنها زراعت و دامداری است. هزاران خانواده روزها و شبهای سرد را در دامنه های صحرا و تپه ها گذراندند. در اینجا ده‌ها خانواده ای را دیدم که نه آب آشامیدنی صحی داشتند، نه سرپناه و نه غذای کافی. سیلاب پارسال تنها در شمال 8000 خانه را ویران کرد. امسال ما دولت و جامعه جهانی پیش از فرارسیدن فصل سرما دست به کار شده. دامنه ناامنی ها در کشور 140 هزار خانواده را بیجا کرده. افراد به شدت آسیب پذیر. اما دست افغانستان خالی است. این است که درخواست کمک مطرح می شود. 405 میلیون دلار از جامعه جهانی. هنوز هم در جایی که در اثر حوادث طبیعی صدمه دیدن، جامعه بین المللی با حکومت افغانستان همکاری می کنند برای جابجایی و برای اعمار سرپناه برای مردم. در این قسمت شکایت های البته از طرف مردم به نسبت تأخیر در این برنامه ها وجود دارد. اقلیم خشک و کوهستانی و دشوار گذر بودن راه ها در اینجا زمستان های سختی را به همراه دارد که همواره قربانی می گیرد. اولویت های جامعه جهانی در سال پیش رو کمک به بیجا شدگان جنگی، افراد متاثر از آفت های طبیعی و 500,000 کودک در معرض سوء تغذیه است. 405 میلیون دلار کمک اختصاص یافته برای نجات زندگی افراد غیر نظامی که قربانی حملات و جنگند. فراهم آوردن کمک های اضطراری یکی از عناصر کلیدی برای درخواست این کمک است. به اساس گزارش سازمان ملل، وضعیت انسانی در افغانستان به شدت نگران کننده است. روزانه 165 کودک زیر سن 5 سال می میرد. هر 2 ساعت یک مادر باردار جانش را از دست می دهد. جامعه جهانی شاید بتواند از بدتر شدن این وضعیت جلوگیری کند. بهار جویا، BBC، کابل.